وزارت کشور داخلی تاجیکستان خبر داد که شب 23 می سال 2022 تخمینا ساعت 23:00 دقیقه راننده افتماشین برکش تمغه مرسدس بنز امینوف مظفر سال تولدش 1991 ساکن شهر ایسور هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت شهر بختار در حدود دهه لولازار نویه رودکی از عهده اداره واسطه نقلیات نبر آمده به قسم قفای افتماشین دولان شاکمن که تحت اداره راننده ولیزاده رحمت الله سال تولدش 1992 ساکن نویه جامی قرار داشت برخورد است. در نتیجه راننده مرسدس بنز امینوف جراحات وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. راه‌های تاجیکستان از لحاظ شماره صدمه‌ها پرخطر شمرده می‌شوند. تنها در هفته گذشته در راه‌های تاجیکستان دست کم در 9 صدمه 12 نفر جان باختند. بنا به آمار رسمی سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راه‌های این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده، 1218 نفر جراحات جسمانی برداشتند. با شعبه وزارت کارهای داخله در نویه فردوسی با عریضه مرد 24 ساله ساکن پشتخت مراجعت نموده است که ماه اکتبر سال 2021 مرد 34 ساله ساکن نویه رودکی باروی فریب به باوریش در آمده وعده داده است که از بنای ساختمانش ناتمام واقع در شهر دوشنبه 4 عدد خانه های استقامتی را گرفته می دید و بر عوضش از او مبلغ پولی به مقدار 67,000 دلار امریکایی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. به شعبه وزارت کارهای داخله در نوای فردوسی با عریضه مرد 31 ساله ساکن نوای کوشانیان مراجعت نموده است که صحنه 14 سپتامبر سال 2020 مرد 33 ساله ساکن پایتخت با روی فریب به باوریش در آمده از او افتماشین تمغه مرسدس بنز که ارزشش 85,000 دلار امریکایی را تشکیل می دید نرخگذاری کرده گرفته وعده داده است که از بنای نوبنیاد واقع در شهر دوشنبه منزل سی اجرگی گرفته می دید، اما تا حال او را فریب داده مبلغ‌های به دست آورده‌اش را به منفعت شخصی صرف نموده است. این چنین به شعبه وزارت کارهای داخلی دو در نویه سینو با عریضه مرد 36 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که سال 2021 مرد 34 ساله ساکن پایتخت که پیش با ماده 340 قسم 2 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان سود شده است با روی فریب به باوریش در آمده از او 11 عدد افتماشینه های گوناگون تمغه را که ارزششان 99,500 دلار امریکایی را تشکیل می دهد گرفته وعده داده است که در مدت معین فروخته مبلغ‌هایش را برمیگرداند، اما تا حال مبلغ‌های ذکر گردیده را برنگردانیده است. از روی این حادثه ها تفتیشات ادامه دارد.